سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. بنابر تحقیقات جدید مجله دی گاردین، اکثر مدیران ارشد 500 شرکت برتر دنیا قبل از 5 صبح بیدار میشن. اما سوال اینجاست، چرا؟ شاید برای خیلی از ما این سوال به وجود بیاد که وقتی میتونیم تا 11 صبح بخوابیم، چه لزومی داره زودتر بیدار بشیم؟ آیا نمیتونیم از طرف بعد از ظهر و شب بیشتر کار کنیم؟ آیا کارهایی که طرف صبح انجام میدیم متفاوت تر از کارهای بعد از ظهرمونه؟ کریستوفر راندلر نام بیولوژیست و پروفسور دانشگاه هایدلبرگ که تحقیقی در این زمینه انجام داد تا واقعاً پاسخ واقعی این سوال رو پیدا کنه. چرا بعضی افراد زودتر از دیگران از خواب بیدار میشن؟ نتیجه تحقیقات بسیار جالب بود. جدای از عادات رفتاری و خانوادگی، افرادی که زودتر از خواب بیدار میشن بیش فعالترن و معمولاً در زندگیشون موفق هستن. خیلی ساده این یعنی اگر شما صبحا زودتر از دیگران از خواب بیدار بشید، به نفع شماست. چطور؟ اجازه بدید محاسبه کنیم. فرض کنید به صورت میانگین، افراد شاغل در حرفه شما هر روز ساعت 9 صبح از خواب بیدار میشن. با این اوصاف اگر به صورت میانگین تا 5 بعد از ظهر هم کار کنن، در طول روز 8 ساعت کار میکنن. در هفته اگر جمعه رو تعطیل فرض کنیم، حدود 48 ساعت کار میکنن. اگر شما ساعت 7 صبح از خواب بیدار بشید، یعنی فقط 2 ساعت زودتر، چه اتفاقی پیش میاد؟ در ماه 52 ساعت بیشتر از دیگران کار میکنید. 6 روز کاری بیشتر مساوی درآمد یک هفته بیشتر از رقیبانتونه. 4 ساعت زمان بیشتر برای خودتون که میتونید صرف مطالعه یا انجام کارهای شخصی کنید. جالب نبود؟ فقط با 2 ساعت زودتر بیدار شدن میتونید یک هفته در طول هر ماه از رقیبانتون جلوتر باشید که در سال تفاوت بزرگی بین شما و رقیبانتون ایجاد میکنه. این یعنی اگر شما دانشجو باشید، محصل باشید، مدیر باشید، فروشنده باشید، کارآفرین باشید و یا اصلا کارمند باشید، و فقط روزی چند ساعت زودتر از خواب بیدار شدن میتونید تفاوت عظیمی در فاصلتون با رقیبانتون ایجاد کنید. احتمالاً تا کنون متوجه شدید چرا مدیران ارشد شرکت‌های مهم دنیا قبل از ساعت 5 صبح از خواب بیدار میشن. اونها اگر ساعت 5 صبح از خواب بیدار بشن، یعنی 4 ساعت زودتر از رقیبانشون شروع به کار کردن. در طول فقط یک ماه، اونها به اندازه 2 هفته کاری جلوتر از رقیبانشون حرکت میکنن و در طول یک سال، به اندازه 18 ماه درآمد بیشتر کسب میکنن. خب، حالا که از محاسن و فواید سحرخیز بودن آگاه شدیم، آیا میتونیم راحت سحرخیز بشیم؟ پاسخ کوتاه بله است. به عقیده دکتر کریستوفر، ژن‌های شما کرونوتایپ شما رو مشخص میکنن. همون چیزی که باعث میشه شما سحرخیز باشید یا نباشید. اما تنها ژن‌های شما در این موضوع اثرگذار نیستن. عوامل و شرایط دیگه‌ای هم میتونن باعث بشن شما سحرخیز بشید. این یعنی یه خبر خوب برای تمام کسانی که میخوان سحرخیز باشن اما نمیتونن و براشون دشواره. در ادامه این برنامه میخوایم راهنمای عملی پروفسور دانشگاه آلمان دکتر کریستوفر راندلر رو به شما معرفی کنیم و گام به گام تا سحرخیز شدنتون پیش بریم. اونچه در ادامه گفته میشه تکنیک‌های اختصاصی منتشر شده در مقاله دکتر کریستوفره برای تمام کسانی که به صورت ذاتی سحرخیز نیستن اما میخوان که باشن. اگر دوست دارید سحرخیز باشید اما نمیتونید و فشار خواب هنگام صبح به شدت بر شما غلبه میکنه، این برنامه به شما کمک میکنه خیلی راحت با کمترین صرف انرژی و به هم ریختگی اعصاب صبح زودتر از رقیبانتون از خواب بیدار بشید و از اونها پیشی بگیرید. آماده ی عضویت در دنیای افراد موفق سحرخیز هستید؟ پس شروع میکنیم. عقیده دکتر کریستوفر شما برای اینکه بتونید کرونوتایپتون رو تغییر بدید لازمه به مدت 2 هفته سخت تلاش کنید. همینو بس. اما حتی اگر یک روز از این 2 هفته رو از دست بدید و طبق برنامه عمل نکنید، باید برنامه‌تون رو از روز اول شروع کنید. نکته اول، برنامه صبحگاهی مشخص داشته باشید.
هر روز صبح در ساعت مشخصی از خواب بیدار بشید، ورزش کنید و صبحانه مفصلی میل کنید. هر روز باید این برنامه‌تون رو به مدت 2 هفته انجام بدید، حتی روزای تعطیل. میدونید چرا؟ بدن شما دوست داره هر چیزی رو خیلی سریع تبدیل به عادت کنه. با این کار فشار فکر آگاهانه شما کمتر میشه. به همین دلیل افراد موفق بر عاداتی که دارن حساس هستن. یکی از عادات مهم سحرخیز بودنه که خودش از چند عادت کوچیک‌تر تشکیل شده. اگر میخواید عادت داشته باشید سحرخیز باشید، باید برنامه مخصوص صبحگاهی داشته باشید. هر روز در ساعت مشخصی از خواب بیدار بشید، ورزش کنید و صبحانه میل کنید تا بدن شما به این سیستم عادت کنه. اما مشکل زمانی پیش میاد که شما آخر هفته یا روزای تعطیل رو دیرتر از خواب بیدار میشید. با این کار شما تمام تلاشتون رو در طول هفته به باد میدید و به بدنتون این پیغام رو میدید که برنامه صبحگاهی شما اهمیت زیادی نداشته و فقط مجبور بودید که از اون پیروی کنید. پس قدم اول داشتن یک برنامه صبحگاهی با زمان بندی مشخصه. نکته دیگه که پروفسور کریستوفر بر اون تاکید داره، زنگیه که هر صبح قرار شما رو از خواب بیدار کنه. اکثر ساعات قدیمی که زنگ میزنن دکمه خاموشی موقت هم دارن که این کلید هیچ کمکی به جز شما را از هدفتون دورتر کردن نداره. به همین منظور شما میتونید از برنامه‌های مخصوص اندروید یا iOS استفاده کنید که زنگ‌های هوشمندانه‌ای دارن که برای خاموش شدن اونها باید مسئله ریاضی داده شده رو حل کنید. این نوع زنگ‌های هوشمندانه به شما کمک می‌کنن تا سریع‌تر ذهنتون به حالت هوشیاری برگرده و از حالت نیمه خواب خارج بشه. توصیه دیگه اینه که زنگ‌هاتون رو هر چند وقت یک بار تغییر بدید. چون ذهنتون به زنگ مورد نظر عادت می‌کنه و با این کار اگر یک روز خیلی خسته باشید و نخواهید از خواب بیدار بشید، ذهن شما این زنگ رو می‌شنوه اما اون رو نادیده می‌گیره. نکته سوم، نور بتابونید. مهم نیست طبیعی یا مصنوعی باشه. نور برای بیدار شدن بدن از خواب لازمه. زمانی که نور به بدن فرد خوابیده میتابه، کم کم علائمی به مغز صادر میشه که حاوی پیام بیدار باشه. چون ذهن احساس میکنه روز شده و زمان بیداری فرا رسیده. این کار با توقف ارسال هورمون ملاتونین به بدن انجام میشه که خواب رو برای انسان راحت تر میکنه. اگر هنگام صبح، برای مثال 5 صبح، هوای بیرون تاریکه، شما میتونید ذهنتون رو گول بزنید و با داشتن لامپای پرنور در اتاقتون به ذهنتون تلقین کنید که صبحه و باید بیدار بشید. ورزش صبحگاهی بعد از مورد شماره 3، یعنی نور، به بدن شما کمک میکنه سریعتر از خواب بیدار بشید. تحقیقات انجام شده نشون داده ورزش صبحگاهی فشار خون رو کاهش میده، استرس رو دفع میکنه و باعث از یاد رفتن نگرانی میشه. برای بهتر شدن عملکردتون توصیه پروفسور کریستوفر در نور روشن ورزش کنیده. برای مثال دوچرخه سواری، پیاده روی، دویدن یا حتی حیوان خانگیتون رو به گردش بردن میتونه کمک بزرگی به شما در این زمینه بکنه. نکته پنجم، وعده غذایی پروتئین دار باید داشته باشید. یکی از عادات بدی که باعث میشه دوست نداشته باشید سحرخیز باشید، عدم لذت از صبحانه است. هنگام صبح یکی از مهمترین عوامل انرژیزا برای بدن شما صبحانه است. چون هنگام شب بدن شما کربوهیدرات‌های موجود در بدنتون رو جهت تأمین انرژی سوخت و ساز بدن در خواب تبدیل به انرژی کرده و با این کار هنگام صبح شما خسته به نظر می‌رسید، دوست دارید بخوابید و از فعالیت بیشتر پرهیز کنید. بهترین راه جهت جلوگیری و رفع این جریان یک صبحانه مقویه. صبحانه مقوی منظور صبحانه‌ای دارای ارزش غذایی مثل تخم مرغ، پنیر، شیر، ماست و غیره است. شما باید پروتئین رو از لبنیات و کربوهیدرات رو از نان و فراورده‌های آردی تأمین کنید. نکته ششم، مقاومت در برابر یک چرت کوچیکه. در روزهای ابتدایی این برنامه ممکنه احساس خواب شدیدی داشته باشید و برای یه چرت کوچیک لحظه شماری کنید، اما باید مقاومت کنید.
در عوض توصیه پروفسور کریستوفر اینه که سعی کنید تا هنگام زمان خواب در برابر چرت کوچیک مقاومت کنید. شاید بهتر باشه هنگام ظهر چرت بزنید، اما هرگز تا قبل از اون زمان در برابر احساس خواب آلودگیتون تسلیم نشید. شما اگر بتونید این 6 مورد رو فقط تا 2 هفته رعایت کنید، پس از اون تبدیل به فردی سحرخیز میشید که صبحا زودتر از رقیبانش از خواب بیدار میشه و نسبت به اونها در مدت کمی بیش از حد تصور پیشی میگیره. حالا یه سوال، شما معمولاً چه ساعتی صبح از خواب بیدار میشید؟ برای آشنایی با 10 کاری که افراد موفق هرگز دوبار انجام نمیدن، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه فوق‌العاده رو ببینید. یادت باشه، اگه تونستی پولاتو بشماری، برگرد سر کارتو دوباره سخت‌تر تلاش کن. پیروز و سربلند باشید.